بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر عزیزان، حاضران و غائبان و در آمدن نوروز و سال نو رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که برای همه ما مسلمانان و غیر مسلمانان سالی پر از خرمی و خوشبختی و کمال و سعادت باشد. مطابق معمول و مرسوم غزلی رو میخوانم برای شما این بار از حافظ در به مناسبت درآمدن عید و وزیدن باد نوروزی، تا خاطر شما رو خوش کنم و پس از آن وارد بحث خشن دین و قدرت بشویم که چندان آثاری از لطافت و ملاحت بر چهره او آشکار نیست. ابر آذاری برآمد، باد نوروزی وزید، وجه می میخواهم و مطلب که میگوید رسید. شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه ام، بار عشق و مفلسی صعب است میباید کشید. با لبی و صد هزاران خنده گل آمد به باغ، از کریمی گویا در گوشه ای چیزی شنید. دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک، جامعی در نیکنامی نیز میباید درید. گویا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش من همی کردم دعا و صبح صادق میدمید. این لطائف که از لب لعل تو من گفتم که گفت، وین تطاول که از سر زلف تو من دیدم که دید. عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق، گوشگیران را ز آسایش طمع باید برید. تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد، این قدر دانم که از شعر ترش خون می چکید. خب، درود بر حافظ و درود بر حاضران. از قضا در همین غزل بسیار 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 لطیف حافظ سخنی از عدل هم می رود و دو مقوله در کنار یکدیگر می نشینند و پیوند می یابند: عدل و آسایش. عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق، گوشگیران را ز آسایش طمع باید برید. لذا از عدل هرچه بدانیم و هر تعریفی بکنیم، موضوعی و مقوله‌ای به نام عدل، به نام آسایش یا امنیت در او نهفته خواهد بود و بدون امنیت و آسایش سخن از عدالت نمیتوان گفت. باری به سر سخن خود برگردیم. خب، قصه ها آغاز کردیم از شتاب، ماند بی مخلص درون این کتاب. باز پهنا می رویم از راه راست، باز گرده خواجه راه ما کجاست. بحث دین و قدرت رو آغاز کردیم، همیشه از مباحث بسیار حساس بودند، گفتن آنها حادثه انگیز است، چه جای اینکه خود آنها وارد عمل بشوند و در صحنه اجتماع بازیگری کنند. دو هفته به یکی از مصادیق قدرت سرگرم شدیم و اکنون باز می‌گردیم و مسئله رو از ریشه می‌کاویم. همیشه من این رو یادآوری کردم و می‌کنم که غرض ما از دین در اینجا دین دستگاه مند، یعنی ارگانایز ریلیجن است، نه دین به معنای ایمان که یک مقوله قلبی است. اونچه که به قلب مربوط می شود همان است که آدمی رو به پرستش وامی دارد، ترس و عشق خداوند رو در دل آدمی می نشاند و ریشه و انگیزه
عمل صالح و اخلاق فاضله می شود. این ایمان است، رابطه ایست قلبی و نهانی و معنوی بین بنده و خداوند و عهدی که آدمی در باطن با خود می بندد، عزمی که می کند و تحولی که در جان او به معنای حقیقی پدید می آید. این ایمان است. اما دین دستگاهمند یا ارگانایز ریلیجن می تواند هیچ یک از اینها رو نداشته باشد، یعنی نه ترسی از خدا، نه عشقی به خدا، نه عمل صالح، نه اخلاق فاضله و حمیده، هیچ کدام. یک صورتی است، یک هویتی است، یک دستگاهی است در عالم خارج که ارکان خود رو دارد و همطور که غزالی هم میگفت از قضا فقه با این بخش از دینداری سر و کار دارد، برای اینکه اعمال بیرونی آدمیان رو تنظیم میکند و از اونها میخواهد که چه کنند و چه نکنند و حتی مجازات برای اونها قرار میدهند. اما هیچ دستگاهی به درون قلب و روح آدمیان رسوخ و نفوذ نمی کند که ببیند کسی حسود هست، حسود نیست، سخاوتمند است، سخاوتمند نیست. اینها متعلق است به عرصه اخلاق که ایمان اون را تقضیه می کند و آدمی در اثر مجاهدت با نفس و ریاضتهای باطنی خود را واجد این اخلاق حمیده می کند. ما هر وقت از دین و قدرت سخن می گیم قرازمون اون بخشی از دین است که جنبه دستگاهی دارد. به قول هگل پوزیتیو ریلیجن، پوزیتیو است. این تعبیر پوزیتیویتی در فلسفه هگلی به همین معناست. من اشاره کردم در نوبت‌های پیش که اون چه که اسلام می‌خوانیم همین اسلام ظاهر است، همین مفهوم ظاهری دین است، و اون چه که ایمان می‌خوانیم همان مفهوم باطنی دین است. و اشاره کردیم که این تعبیر یا این تفکیک رو ما از خودمون نساختیم، این عین تفکیکی است که قرآن به ما تعلیم می‌دهد. به اعراب خطاب می‌کند که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اعراب آمدند و گفتند که ما ایمان آورده ایم. بگو نه، شما هنوز ایمان نیاورده اید، بلکه اسلام آورده اید. این تفکیک میان اسلام و ایمان فوق العاده مهم است. در ابتدا ما خطا میکنیم که اینها رو یکی میپنداریم یا فاصله شون رو چندان زیاد نمیبینیم. بسیار بسیار زیاد است. عرب ها وقتی که گفتند که ما ایمان آوردیم و خداوند نفی و انکار کرد، گفت بگویید اسلام آوردیم، نگویید ایمان آوردیم، این سخن اثر طنز و اثر تفنن ادا نشده، بر یک نکته اساسی انگشت می‌نهد. اسلام آوردیم یعنی تسلیم قدرت شدیم، همین. اما ایمان آوردیم یعنی واقعا ایمان آوردیم، یعنی به چیزهایی باور کردیم، دل سپردیم و جان خودمون رو در اختیار او نهادیم و تحول پذیرفتیم و از یک حالت اگزیستانسیل پیشین به یک حالت پسین در آمدیم، انسان دیگری شدیم. این حقیقت ایمان است، یک انسان دیگر شدن. ولی اسلام آوردیم یعنی تسلیم قدرت شدیم، تسلیم حکومت شدیم. و به همین سبب در مسلمانی نفاق هست، یعنی کسی که میگوید اسلام آوردم میتواند مسلمان نباشه، فقط به زبان میگوید و البته فقیه یا حکومت همون را از او میپذیرد، به چیزی بیش از این راه نداره. اما در ایمان واقعی نفاق نیست، یا کسی حقیقتاً ایمان داره یا ایمان نداره. اما در اسلام شخص میتواند موافق باشد با اون حکومت، میتواند نباشد، میتواند حتی مخفیانه بر علیه قدرت کار بکند، فردا طغیان بکند، یاغی بشود، تا
بتواند دستورات و مقررات حکومت رو اجرا نکند، مالیات ندهد، زکات ندهد، حج نرود و بسی چیزهای دیگه تا اونجا که میتواند. ولی در ایمان واقعی، خب ایمان واقعی ایمان واقعی است دیگه، نفاق نداره. اون که در قرآن آمده است که لا اکراه فی الدین، دین در آنجا به معنای ایمان است، به معنای اسلام نیست. در ایمان واقعی اکراه نیست، کراهت بردار نیست، نمیتوان ایمان رو به زور وارد دل کسی کرد. همیشه ما گفتیم که این ایمان شبیه عشقه، شما نمیتوانید کسی رو به زور به جبر عاشق کنید. این عاشق شدن یک حالتی است که بر شخص عارض می شود، وارد می شود و وقتی هم که شد نفاق در او راه نداره. لذا در دین اکراه نیست، پیامبرم نمی تواند مردم رو اکراه کند، یعنی به زور عشق خدا رو وارد قلب اونها بکنه. ولی در دین به معنی اسلام اکراه هست، یعنی میشه کسانی رو وادار کرد که تسلیم حکومت اسلامی بشوند، تسلیم قدرت دینی بشوند، تسلیم پیامبر بشوند، تسلیم خلیفه بشوند، تسلیم حاکم شرع بشوند و غیره و غیره. ولذا اعرابی که مدعی بودن که ما ایمان آوردیم، گفت نه، شما اولین قدم رو برداشتید که اسلام است، یعنی تسلیم است. و ایمان یک مرحله دیگری است که میتواند بیاید و میتواند نیاید. این نکات رو من بارها گفتم و باز هم تاکید میکنم تا راهزنی نکند، یعنی قفلت از اونها راهزنی نکند. ما در باب ایمان در اینجا سخن نمیگیم، در باب اسلام یا قدرت به طور کلی و قدرت دینی وقتی که ظاهر میشود و ارکان اجتماعی و تاریخی و سیاسی پیدا می کند و به صورت یک قدرت سیاسی در میاد و سازوکارهایی که در جامعه پیدا می کند، تطوراتی که پدید می آورد و تحولاتی که خود از سر می گذراند. اینها نکاتی است که همواره باید در یاد داشته باشیم. عرض می شود که در باب دیانت، در باب قدرت که نوبت گذشته، یعنی سه هفته پیش و سه جلسه پیش در سخن می گفتیم، من بر این نکته تأکید کردم که دین نه تنها خودش از جنس قدرت است، وقتی که آمد و مستقر شد قدرتی است در میان بقیه قدرت ها، مثل یک انرژی در میان بقیه انرژی ها، و این انرژی ها با یکدیگر متبادل می شوند. یعنی قدرت دینی، اون طرف قدرت سیاسی، اون طرف قدرت علمی و معرفتی، قدرت مالی، اینا در تعامل و تبادلند و می توانند هم معامله کنند و هم رقابت کنند و هم همراستا بشن و هم در تخالف با یکدیگر قرار بگیرند. البته این قدرت دینی بر ایمان قلبی مؤمنان مستقر است، یعنی وقتی که پیامبری آمد دعوت خود رو گسترد و کسانی مجذوب و مفتون دعوت او شدند و حقیقتاً به او دل سپردند، در این صورت یک قدرتی متولد می شود. این قدرت وقتی که راه می افته کار می کنه، با قدرت‌های دیگر هم وارد درگیری می شه. به همین سبب گفتم که وقتی که پیامبر اسلام آمد و درگیری های ایشان با اعراب حجاز آغاز شد، تحلیل های مختلفی در این باره هست که چرا نپذیرفتن اعراب. گفتن پیامبر نظام اقتصادی اونها رو ویران کرد و تعبیرات دیگه. ولی راحت ترینش، ساده ترینش همین است که یک قدرت تازه سر و کلش در جزیره العرب پیدا شد و اونها که قبلا قدرت رو به دست داشتن، خواه رئیس قبیله بودن، خواه پرده‌دار مکه بودن، خواه تاجر بودند و بازرگان بودند و کارواندار بودند، بدیهی بود اینا باید از نو خودشون رو تعریف کنند در نسبت با این قدرت جدید الولاده. و خب اختلافات هم پدید آمد که در حال تاریخ اسلام اونها رو برای ما باز می‌گوید.
من در ضمن سخنانم گفتم که پیامبر اسلام نه تنها با دینی که آورد قدرتی رو در تاریخ پدید آورد، بلکه خودش هم به قدرتمندی بی اعتنا نبود، یعنی دلش میخواست قدرتمند باشه و از قدرت پرهیز نمی کرد و قدرت رو می شناخت و به طرف اون می رفت و اقتدار برای او یک مقوله قابل توجه بود، پشت نمی کرد، صوفی نبود، چنان که گفتن مثل حضرت عیسی نبود، قدیس به معنای صومعه نشین نبود، هیچ کدوم اینها نبود، خیلی آشکارا در صحنه بود و رقیب رو تحمل نمی کرد، فرو می گفت، می کوفت. و چنان که آوردم پاره از احکام دینی آشکارا بوی قدرت دارند. اگر قبول کنیم که پیامبر گفتن، چون در قرآن نیست، که مرتد رو بکشید، این معناش این استش که رقیب رو حذف کنید، یعنی اجازه ندهید که کسی وارد این قلعه بشود و از درون قلعه اون رو تخلیه کند و موجب نفوذ دشمن بشود. یا اگر گفتند که طفل مسلمان از همون بد و تولد مسلمان شمرده می شود، به طوری که بعدن اگر از اسلام برگشت مجازات شدید خواهد داشت، معناش این استش که این مسلمان ها سربازهای ما هستند و اجازه نمی دیم که فرار از جبهه بکنند و اگر بکنن مجازات شدید دارن. بسیاری از این احکام احکامی است که بوی قدرت میده، یعنی معناش این است که کسی آمده و یک دستگاه مقتدر رو پدید آورده و از او به هر قیمتی حفاظت میکنه و اجازه نمیدهد که کسانی به هوس خودشون، به میلشون یا به دوائی دیگر بیایند و رخنه‌ای در این مجموعه بکنن و اقتدار اون رو سست بکنن. نه تنها این، بلکه شما وقتی که روابط، یعنی همین احکام فقهی رو میبینید در نسبت با غیر مسلمان ها، خب پیامبر امتیاز میداد به دیگران برای اینکه بیان مسلمان بشن، یعنی فقط این نبود که بیاید مسلمان بشید تا اینکه در روز جزا رستگار بشید. اگر مطابق احکام فقهی اگر یک کافر بمیرد، یعنی مسیحی باشه، زرتشتی باشه، میشود یهودی باشه، این احکام الان در احکام ارث در ایران هم جاری است و در میان وراث این شخصی که از دنیا رفته یک نفر مسلمان باشه، تمام ارث اون شخص به اون مسلمان میرسه، بقیه بازماندگان اون میت هیچ بهره از ارث او نمیبرن. خب این آشکارا امتیاز دادن است به کسی که وارد اسلام میشود. اسلام ها، نه ایمان، یعنی کافیست بگوید من مسلمانم، کسی از قلب او نمیتونه تفتیش بکند که واقعا مؤمن شده است یا نه. همین که بگوید من تعلق به این مجموعه دارم، مجموعه‌ای که نامش اسلام و مسلمانی است، امتیازاتی به دست میاره. از اون بر همین که گفت اشهد ان لا اله الا الله، بله، مثل شهروندی در جهان حاضر، چنان که گفتیم، از یک رشته مزایا و حقوق برخوردار میشه، عضو این مجموعه میشود، حتی میتواند تا مقام بالای ولایت و امارت و حکومت هم صعود بکند. همه اینها هست. این چیزها را که شما نگاه میکنید متوجه میشید که قصه قدرت یک قصه فوق العاده است در عالم اسلام و در نزد پیامبر. اینطور نبود که ایشون بگه ما اومدیم یه چیزی هم گفتیم، شما خواه از سخنم پند گیر خواه ملال، دلتون میخواد بیاد قبول کنید، دلتون نمیخواد قبول نکنید، دلتون خواست علیهش فتنه کنید، نقشه بکشید، توطئه بکنید، اصلا و ابدا این حرفا نبود. با کمال قدرت با اینها روبرو میشد، اجازه نمیداد که در این دستگاهی که درست کرده خللی وارد بشه، کسی بلفضولی بکنه، کسی اصلا هوس بلفضولی بکنه. شما میبینید تمام این احکام فقهی که مربوط به همین فقه به معنای دین دستگاه منده، اینا حول حفظ اقتدار این مجموعه پدید آمده.
یک رشتهشون هم البته مربوط به عمل فردی مسلمان ها هستن که خب اونها جای خود دارن، گرچه همونها هم به دلیل سبقه و صفت اجتماعی که دارن باز نمایش قدرتن، مثل نماز جماعت، مثل حج، که اینها علاوه بر اینکه همبستگی میان مسلمان ها رو تحکیم میکنن، وقتی که گروهی حج میرون، گروهی نماز میکنن و بسی کارها آیین‌های دیگه، ضمناً نمایش قدرت هم هستن و خوب نشان میده که در نظر پیامبر این قصه قصه فرعی نبوده، بسیار اصلی و مطابق، یعنی منظور الیه بوده. این سخنان رو که من با مثال‌های دیگری هم گفتم، بعداً هم نکات دیگری بر آنها انشاءالله خواهم افزود، مورد سؤال بعضی از دوستان قرار گرفته بود و می گفتند که خب نه، این ظاهراً با پاره‌ای از آیات قرآن یا پاره‌ای از فکت‌های تاریخی منافات داره. حتی به من یادآوری کردن کتاب یکی از اساتید آمریکایی به نام آقای خوان کول که نوشته است تحت عنوان محمد پیامبر صلح، که پیامبر اهل صلح بود، اهل سلام بود، پیس، اهل پیس بود به قول او، و اینها با اون سخنان تو با اون نکته های تاریخی وفق نمیده. درباره اینا بیشتر سخن خواهیم گفت، ولی الان فقط میخوام بگم که من وقتی از قدرت طلبی پیامبر سخن میگم، ببینید قدرت به خودی خود نه خوبه نه بده، ثروت به خودی خود نه خوبه نه بده. لذا وقتی که میگیم پیامبر به اقتدار اهمیت میداد، ما نباید بلافاصله از این بفهمیم که منظور این که آدم زورگو بود و جبار بود و قلدری میکرد و این. درسته که در میان ما معمولا قدرت خودسر چنین معنایی پیدا کرده، ولی خب این اشتباه رو ما نباید بکنیم. اقتدار اقتدار است و فی نفسه مطلوبه، مخصوصا اگر شما هدف نیکویی داشته باشید که از او بدون قدرت کار میشه کرد توی این دنیا. اما خب قدرت پیامبر در درجه اول مبتنی بر قلوب بود، یعنی اون عشقی که در دلها پیدا میشد و البته کاریزمایی که شخص او داشت و باورهایی که به مردم میداد. اما وقتی که جماعتی جمع شدند، اونگاه این قدرت یک به صورت یک وزنه در تاریخ روان شد. بعد از این مقدمات میخوام این رو عرض بکنم، این که دین با قدرت مخصوصا در عالم اسلام آمیخته است یا آمیخته نیست، میدونید از اوائل قرن بیستم به این طرف محل سؤال جدی قرار گرفت. تا قبل از او، یعنی تا قبل از اینکه دولت ملت پدید بیاد، وقتی که عالم اسلام یک امت بود و فیلمثل خلیفه‌ای داشت، اصلا این سخن مطرح نبود که یک طرف دین باشه، یک طرف سیاست باشه، قدرت باشه، حکومت باشه. اینا چنان با هم عجین بودن که کسی از تفاوت و تفکیک اینها سخن نمی گفت. درست شبیه ایرانی و اسلامی بودن ماست. خب از پاس یک قرن پیش است که این تقابل میان ایران و اسلام پدید آمده است. ما ایرانی هستیم، ما مسلمان هستیم. قبلا پدران ما، اجداد پیشین ما این سؤال از خودشون نمی کردن. در آن واحد هر دو بودند و این دوتا چنان با هم آمیخته بودند که کسی فرقی نمی گذاشت. وقتی که این مفاهیم ناسیونالیسمی پدید آمد، یعنی ملت و دولت پدید آمد و اینکه ما یه نیشنیم، وقت این سؤال پیدا شد که خب اول ایرانی هستیم سپس اسلامی، یا اول اسلامی هستیم سپس ایرانی. میشه یکی رو طرد کرد و پس زد، دیگری رو پیش کشید و نه و بچه و چه میدونید دیگه، مخصوصا از اوائل دوران پهلوی و اواخر دوران مشروطه قاجاریه این سوالا پدید اومد که تا همین امروز هم هست. متاسفانه پاره ای عملکردهای غلط حکومت اسلامی در کشور ما هم به تقابل این دو مقوله دامن زده است، به جای اینکه اینا رو به هم آشتی بده، گاهی رفتارهایی سر میزنه و حرفهایی میزنن که این تقابل رو تشدید میکنه. باری در مورد دین و سیاست و قدرت هم این ماجرا بود. اوایل قرن بیستم که نهضت‌های ناسیونالیستی سراسر
البته در اروپا که خیلی جلوتر یکی دو قرن، ولی در سراسر کشورهای اسلامی و مخصوصا در حیطه خلافت عثمانی پا گرفت. ترکیه یک طرف، مصر یک طرف، بعضی کشور عربستان یک طرف، اینا همینطور یک نوع ملت آگاهی به اصطلاح براشون پیدا شد. هر کدام گفتن ما یک نیشن، یک ناسیون ویژه هستیم. و بعد جنگ جهانی اول هم که پایان پذیرفت و حکومت عثمانی که به ضعف کامل رسیده بود تجزیه شد و کشورهای مختلفی که امروز میشناسیم پدید آمدند و هر کدام با نامی، و از همه مهمتر القاء خلافت، یعنی خلافت عثمانی بر افتاد. خلافت عثمانی تقریبا از 1915 ضعفش و فتورش آشکار شده بود و عملا در 1924 دار فانی رو وداع کرد و به تاریخ پیوست، اگر نگوییم به زبالیان تاریخ. ضعف خلافت عثمانی سؤال جمع قدرت دینی و قدرت سیاسی رو دوباره زنده کرد و این سؤال میان ما ایرانیان مطلقا مطرح نبود، چون ما اصلا تحت هیچ خلافتی قرار نداشتیم، ولی برای جامعه اهل سنت و مخصوصا آنها که زیر چتر خلافت عثمانی بودن این سؤال به شدت مطرح بود که آیا ما خلافت لازم داریم یا خلافت لازم نداریم. و این گفتگوها از همه جا حادتر در مصر بود، البته در ترکیه هم بود، منتها ترک ها خیلی زودتر به این سر و سامانی دادن، اما در مصر سالها بر سر این مقوله نزاع بود، کتاب های بسیار نوشته شد و از این سو و اون سو بحث ها رفت و درگیری ها، که البته عملا خلافت هیچگاه باز نگشت، اما حسرت او در بعضی از دلها باقی موند. سال 1924 و 1925 سال خیلی مهمیه در تاریخ اسلام و در تاریخ خلافت و در تاریخ مصر خصوصا. سال 1924 از یه جهت سال خیلی مهمی است، چون برای اولین بار قرآن یگانه‌ای که دیگه اکنون قرآن همه جهان اسلام است منتشر شد. ملک فهد اول در مصر دستور داد و قرآنی رو نوشتند که بعداً که قرائت حفص از عاصم بود، یکی از قرائت‌ها که از قرائت‌های مشهور است، و این نسخه ملک فهد اول به سراسر جهان اسلام گسترده شد و اکنون تقریباً در همه جهان اسلام این قرآن است که خوانده می شود. نسخه واحد یکسان یک دست شده است. تا قبل از او قرآن ها قبلا که خطی بود، بعدا که چاپی شد همچنان تفاوت هایی با هم دیگه داشت به دلیل اختلاف قرائاتی که قبلا بود و در تفاسیر هم ذکر شده بود. اما این قرآن پس از اون نسخه ملک فهد در 1924 دیگه به صورت نسخه یونیورسال در آمد که تمام جهان اسلام دارد روردید و همین قرآن است که الان در اختیار همه ما هم هست. اما سال 1924 یک خصوصیت دیگر هم داره و اون دقیقا سالی است که خلافت رسما الغا شد، لغو شد، و اون سلطان محمد که آخرین پادشاه عثمانی بود او عزل شد و توسط آتاتورک و از کشور ترکیه به جای دیگری رفت. سال الغاء خلافت بود. این دو حادثه خیلی مهم. در همین سال و کمی بعد از او هم یک کتاب بسیار مهم در مصر منتشر شد توسط یک شیخ ازهر به نام الاسلام و اصول الحکم، اسلام و مبانی حکومت یا مبانی قدرت. این کتاب که در 1924 و 25 همون وقتها منتشر شد بلوایی برانگیخت در مصر که تا امروز شبیه او در عالم معرفت در مصر رخ نداده است، بلکه میتوان گفت در عالم اسلام در قرن بیستم
چنین جنجالی بر سر هیچ ایده‌ای و هیچ کتابی و هیچ اندیشه‌ای پدید نیامده است. بیچاره این آقا که خودش از شیوخ الازهر بود و تحصیل کرده بود و فقیه بود، ایشان رو که منصبش رو مقامش رو که از او گرفتن، در تمام مساجد و منابر لعنها بر او فرستادن، تا پای تکفیر نسبت به او پیش رفتن، دفترش رو آتش زدن، او رو خانه نشین کردن و عملا تا آخر عمر کاری از او بر نیامد و در گمنامی و تاریکی هم جان سپرد و از دنیا رفت. این کتاب یک کتاب خیلی کوچک 100-150 صفحه هم بیشتر نبود، چنان که گفتم آتشی حریقی برانگیخت. تمام لب سخن آقای علی عبدالرازق، که بعضی ها به غلط عبدالرزاق می نویسن، علی عبدالرازق، در این کتاب این بود که در اسلام خلافت نداره و به تعبیر امروزی دین از سیاست جداست، دین از حکومت جداست. این لب لباب سخن این شیخ الازهر بود که چنان عقوبت‌های رو برای او پدید آورد. سالهای سال این کتاب در مصر ممنوع طبع بود، غیر قابل چاپ بود. چند ساله الان یادم نیست چند ساله که این کتاب اجازه نشر پیدا کرده است و چنان که مورخان نوشتند، چنان که گفتم، هیچ کتابی چنین جنجالی رو برنیاره در مصر و بلکه در عالم اسلام. و تا امروز هم هر که چیزی در باب حکومت و سیاست و خلافت و غیره می نویسد، نیم نگاهی به این کتاب داره. درباره این کتاب حرف ها زیاد زده شد، نقدهای بسیار نوشته شد و حتی جناب نویسنده علی عبدالرازق بعدها متهم شد به اینکه ایشان گفته است که پاره از نوشته های اون کتاب رو شیطان بر قلم من جاری کرده بود. یا آقای هست به نام محمد اماره، بعد نیست شما ایشون رو هم بشناسید، اسمش رو دست کم بشنوید. این بزرگوار ظاهرا مأموریت داره که هر کس حرف نوی میزنه با او در بپیچه. آخرین کتاب کار ایشون کتابی است که علیه بنده نوشته، حالا بنده که کوچکترینه، قبل از او با مرحوم نصر ابوزید در افتاد، قبل از او هم با این علی عبدالرازق. و هم اوست که گفت که نقل کرده و خدا میدونه که این منبعش کجاست، که عبدالرازق در یکی از اعترافات خود گفته است که بله، شیطان القاعاتی به من کرده بود و من اون کتاب رو نوشتم. حقیقت این است در ایران امروز پس از این حکومت اسلامی و پس از ناقدان و ناصحانی که به ظهور پیوستن و به صحنه آمدن و سخنان خودشون رو در باب حکومت و سیاست و دین و قدرت در میان نهادن، شما وقتی که این کتاب رو میخونید متن بسیار ساده ای رو میبینید، با یک آرگومنت و ادله بیسیک اولیه، بدون پیچیدگی، بدون تعقید. و چنان که گفتم تمام سخنش این است که پیامبر خودش اهل حکومت نبود، دستور به حکومت دینی هم نداد، کسانی هم که پس از پیامبر آمدن خلیفه رسول الله نبودند و این لقب خطرناک و راه و زنی بود که بر خود نهادند و دیگران گمان کردند که نقش آنها همون نقش پیامبر است و قدرتشون قدرت دینی است نه قدرت سیاسی و دنیوی، و خلافت در جهان اسلام از بیخ و بن بی‌معناست و دیگه هم لزومی ندارد که چنان مسندی برپا باشد و مسلمان‌ها باید به فکر راه انداختن دستگاه عقلایی برای اداره امور کشور خودشون باشن. و پیامبر حتی اگر هم کاری از جنس امور سیاسی در دوران خود کرده، به هیچ وجه دادن الگو برای حکومت و سیاست نبوده، با یک شکل خیلی ساده امور رو اداره می کرده و امروز مسلمان ها باید به فکر خودشون باشن. خلاصه مطلب اینه. اما حالا این حرف چرا اینقدر گران آمد بر مسلمان ها و چرا چنین فتنه ای از دل او بیرون آمد،
خب این رو ما باید به تاریخ گذشته مسلمین برگردیم، یعنی ببینیم که خلافت و این حکومت دینی، اتفاقا این نکته رو اینجا بگم، وقتی خلافت برافتاد و چند سال بعد از او اخوان المسلمین در مصر ظهور کردند و سخنان خودشون رو نشر کردند، به دلیل اینکه خلافت مورد اختلاف و نزاع بود و شاید هم آبروی پیشین خودش رو از دست داده بود، دیگه از احیاء خلافت سخن نگفتن، بلکه از حکومت اسلامی سخن گفتن. و این حکومت اسلامی در حدی و تا اونجایی که من میدونم اولین بار در کلمات اونها ظاهر شد، ولی ما کلمه حکومت اسلامی قبلا نداشتیم. حقیقتا تو تاریخ اسلام همیشه از خلافت سخن میرفته است، همیشه، یا هم گاهی از ولایت سخن میرفته است، اما یک ترکیبی به نام حکومت اسلامی ترکیب خیلی جدیده و احتمالا هم وضع و جعل اخوان المسلمین است. هرچه که هست، اخوان المسلمین دوباره به این اندیشه بازگشتند و بعدن هم مرحوم سید قطب که جان خودش رو هم بر سر او نهاد و همچنان اخوان المسلمینی که تا امروز هستند ظاهراً صاحبان چنین عقیده‌ای هستند و مایلند که این حقیقت یا بگم این مقوله از دست رفته تاریخی دوباره بازگردد و زنده شود. باری جناب عبدالرازق که سخنش این بود، به این دلیل حساسیت فراوان برانگیخت و آتش برافروخت که برای مسلمین اهل سنت ظاهراً بسیار غیر قابل تصور بود، از اون به قول محمد ارکون unthinkable، یعنی فکرشو نمیتونستن بکنن که یه وقتی مسلمین بدون خلیفه زندگی بکنن. گاهی این کار رو کرده بود، شده بود در تاریخ اسلام که خلیفه ای نباشه، ولی به هر حال تصور این بود و خلیفه دقیقاً از نظر تاریخی جای پیامبر رو پر میکرد و گویی که یک پیامبر کوچکی به نیابت از او بر تخت خلافت نشسته است و ضامن و حافظ وحدت مسلمین است و مسلمین با همه تفاوت‌هایی که از نظر نژادی و زبانی و قومی و غیره دارن، ولی در نسبت با خلیفه همه رعایای او محسوب می‌شوند و مخالفت با خلیفه و قیام و طغیان علیه او یک کار شدیداً غیر شرعی شمرده می‌شد و طغیان و یاغیگری شمرده می‌شد و مجازات‌های ویژه خود داشت که اعدام بود، چیزی کمتر از اعدام نبود. به تدریج که خب ما پیش آمدیم و این حوادث عظیم طی یک قرن بر سر عالم اسلام رفت، امروز دیگه بحث کردن از این که آیا خلافت داریم یا نداریم، قابل قبول است یا نیست، تا حدود زیادی آسان شده است و بهتر میتوان درباره این مقوله سخن گفت. خب ببینید، من حالا اون چی از سخن آقای عبدالرازق که به بحث ما مربوط میشه، من فقط اون جنبه هاش رو میخوام مطرح کنم. ایشون خلاصه سخنش همین است که پیامبر دنبال اقتدار دنیوی نبود. تعبیری که او به کار میبره، میگه پیامبر نمیخواست مثل یک شاه باشه، مثل یک سلطان باشه. او اقتدار خودش رو نه بر ارتش بنا میکرد، نه بر اقتصاد بنا میکرد و نه بر چیزهای از این قبیل، فقط بر نفوذ در قلوب مردم بنا میکرد. بیش از این رو هم نمیخواست و عمل نمیکرد. همیشه بر این نکته تأکید میکنه که پیامبر شاه نبود، شاهی هم نکرد، و تأکیدش بر این است که شاهان اقتدارشون با تکیه بر سرنیزه است، با تکیه بر قوه قهریه است، با ساختن ارتشه و با قلدری کردن و با جمع کردن غنایم است و امثال اینا. پیامبر قدرتش رو از این طریق نه کسب کرد و نه بر آن بنا نهاد، قدرتش رو بر ایمان آدمیان بنا نهاد. خب این حرف البته خیلی درسته که در اصل قدرت پیامبر از این جنس بود، ولی
به قول غزالی هم داره، میگه سلطان یا ولایت بر قلوب ندارد، دل مردم رو به دست نمیاره، مایلم نیست به دست بیاره، همینقدر که مردم تسلیم باشن برای او کافیه. ولی پیامبران دل مردم رو جذب میکنن و تخت اقتدارشون رو هم بر اونجا مینهن. اون شعر خیلی زیبای حافظ رو به یاد میارم که سر سودایی از ملال همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ایم، ما ملک عافیت نه به لشکر گرفته ایم، ما تخت سلطنت نه به بازو نهاده ایم، تا چشمه یار چه بازی کند که ما بنیاد بر کرشمه جادو نهاده ایم. این دقیقا شرح حال یک پیامبر است که ملک عافیت نه به لشکر گرفته ایم، تخت سلطنت نه به بازو نهاده ایم، بر کرشمه جادو بنا نهاده ایم، تا سحر چشمه یار چه بازی کند که ما بنیاد بر کرشمه جادو نهاده ایم. گویی که پیامبران مغناطیسی داشتن، گویی که ساحرانی بودند که دل مردم رو میرو بودن و اونها رو از درون تسلیم خود میکردن نه از برون. خب این حرف ایشون البته تا اینجا خیلی مقبول است، نکته نیکویی است، گمان نمی کنم ما مشکلی با این داشته باشیم. اما مشکل از جایی پیدا می شود که خب ما برمی گردیم به سخنان خود پیامبر، برمی گردیم به آیات قرآن، برمی گردیم به تاریخ و سیره زندگی پیامبر، در اینجا چیزای دیگری می بینیم که چندان در این راستا قرار ندارد. البته عبدالرازق هم می کوشد که از اونها یک توضیح بسیار مختصری به دست بدهد و همونجا هم هست که الازهر گریبان او رو می گیره، یک بیانیه علیه او صادر کردند که او هم مجبور شد پاسخهایی بدهد و بعد هم چنان که گفتم کنار بنشینه و خانه نشین بشه. خب کسی مثل ابن خلدون رو داریم. ابن خلدون آدم کوچکی نیست، مورخ بزرگ فیلسوف تاریخه و ایشان صریحاً میگوید که جهاد در ادیان دیگر نبود ولی در اسلام هست و این یک تفاوت ماهوی بین اسلام و ادیان دیگر رو تشکیل میده. یا اینکه پیامبر نبی به سیف بود، یعنی پیامبری بود تکیه کرده بر شمشیر، نه اینکه تکیه بر قلوب مردم نداشت، یعنی اون تکه از سخن آقای عبدالرازق که درسته، اما مثل این که فقط اون نبود، تکیه بر شمشیر هم بود، ملک سلطنت رو به بازو ننهاده بود و به سحر و کرشمه جادو گرفته بود، اما گویی که پرهیز نداشت، اگر لازم افتد، اگر حاجت افتد دست به شمشیر هم ببرد. باز به قول ابن خلدون پیامبر اسلام در میان همه پیامبرانی دیگه تفاوتی که داشت این بود که اجازه داشت به زور مردم رو مسلمان کنه، در حالی که دیگر پیامبران چنین اجازه ای رو نداشتن، خدا به اونها اذن نداده بود. روایت خیلی مشهوری که ما قبلا همینجا بحث کردیم که پیامبر میگفتن، این روایت رو شیعه و سنی نقل کردن، امرت و ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، من مأمورم با مردم چندان بجنگم تا بگوین لا اله الا الله، و وقتی که این رو گفتن خونشان مصون است، یعنی از من در امانند، در غیر این صورت در امان نیستند و من با اونها مقاتله خواهم کرد تا زبان به لا اله الا الله بگشایم. از این گونه روایات که ما فراوان داریم، درک جامعه مسلمین و مخصوصا درک تاریخی مسلمین پس از پیامبر کما بیش همین بود که جهاد یک عنصر و جزء لایتجزا از عمل اسلامی است و مسلمان ها حق دارند که به کشورهای دیگه حمله کنند، بریزند تحت نام جهاد و مردم رو تسلیم خود کنند. یعنی این قصه در جزیره العرب تا حدودی انجام شد و بعدن هم
در نسبت با کشورهای دیگه، کشورهای پیرامونی، اون دفعه اشاره کردم مسلمان ها ظرف 20 سال پس از پیامبر تقریبا تمام اون منطقه رو که ما امروز خاورمیانه مینامیم فتح کردن و بعد از اون هم البته به جاهای دیگه رفتن، تا اندلس رفتن که خب بعدها وقایع تاریخی کار دیگری کرد. باری این از یک طرف، از یک طرف هم ولی ما در قرآن داریم اینا آیاتی است که جناب عبدالرازق به اونها استناد میکنه که اینا هم باید مورد توجه قرار بگیره که پیامبر کارش فقط ابلاغ است و ما علی الرسول الا البلاغ. چند بار این در قرآن تکرار شده، بلاغ یعنی ابلاغ، یعنی تبلیغ، یعنی رساندن پیام. تنها کار ما علی الرسول اصلا وظیفه‌ای بر عهده پیامبر نیست مگر ابلاغ، همین که سخن خدا رو به گوش مردم برسانه تمام میشه وظیفش. یا این هو الا نذیر مبین، وظیفه پیامبر نذیر است، یعنی بیم دادن از اینکه مردم مراقب باشید یا آینده‌ای در انتظار شماست، خودتون رو برای اون آینده بیمناک آماده کنید، آسود خاطر ننشینید. این نذیر است. یا بشیر و نذیر، بشارت بدهد و بیم برساند. یا اینکه پیامبر سوار و دارای سیطره بر مردم نیست، انما انت مذکرون لست علیهم به مسیطر، تو فقط به مردم یادآوری میکنی، سیطره نداری، یعنی نمیتونی زور بهشون بگی، قدرت بر وارد کردن ایمان در دل مردم رو نداری. این که تو وکیل مردم نیستی، تو رو نفرستادن که کاری رو که وکیل میدونی یعنی چی؟ یعنی کسی که کاری رو که شما نمی کنید وکیل برای شما بکنه دیگه. منظور از وکیل اینه دیگه، مثلا شما دادگاه نمیرید، شما پای سند رو امضا نمی کنید، وکیلتون از طرف شما اختیار داره که اون سند رو امضا کنه و بعد اون میشود به امضای شما. وکیل یعنی این. پیامبر وکیل مردم نیست، یعنی به جای مردم نمیتونه ایمان بیاره، به جای مردم نمیتونه عبادت کنه، مردم خودشون باید ایمان بیارن، خودش باید عبادت و اطاعت بکنن، اگر هم نکردن دیگری کاری ازش ساخته نیست برای اونها. بنابراین تو فقط ابلاغ میکنی، نه وکیلی، نه مسیطری، نه مسلطی، نه قاهری، نه قلدری، فقط یادآوری میکنی، ابلاغ میکنی، بشارت میدهی، بیم میدهی. اینا آیاتی است که سراسر قرآن رو پر کرده، هم در آیات مکی است و هم در آیات مدنی. ولی این حرفام درسته، آقای عبدالرازق هم عمدتاً بر اینها انگشت می‌نهد و من تعجبم اینه که ایشون کمترین اشاره‌ای به سوره توبه نمی‌کنه. خب سوره توبه سوره جنگی قرآن دیگه، نه اینکه آیات جنگی در جاهای دیگه قرآن نداریم، اما بیشترین اینها در سوره توبه جمع شده، همون سوره‌ای که میگن چون خشم و غضب خدا در اونجاست بسم الله هم نداره. حالا در این حرفای عوامان است، ولی خب تنها سوره قرآنه که بسم الله نداره. حالا خدا مگه وقتی که خشمش میگیره رحمتش فراموشش میشه مثلا، یا به فرض خشمگین بشه خشمش مگه ضد رحمتشه؟ و به قول عرفای ما که خشم خدا یه صورتی از رحمت خداست. حالا هرچی، ولی بسم الله نداره. ظاهرا این سوره با سوره قبل از خودش یکی بودن و بسم الله یعنی دنبال هم بودن، منتها حالا بعدن چجوری شده کنار از هم جدا کردن که بسم اللهی هم بالا سر این ننوشته. میدونید که یک در سوره نمل، اونجا که سلیمان نامه می نویسه برای بلقیس ملکه سبا، نامش اینجوریشون میشه انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه از سلیمان است، بسم الله الرحمن الرحیم. ما بچه بودیم به ما میگفتن که شیطان بسم الله اول سوره توبه رو برداشته و برده گذاشته سوره نمل. خب اگه شیطان این کار کرده شما برگردونید سر جاش دیگه اگه میدونید. باری این سوره توبه که سوره جنگی قرآنه و توش اعلام جنگ از اولش هم است، براءت من الله و رسوله، خدا اعلام براءت، اعلام بیزاری میکنه از مشرکین، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشركين نجسن
دیگه نزدیک به مسجد الحرام نشوند. و بعد و اذان من الله یوم الحج الاکبر، اعلام میکنیم روز حج اکبر که مشرکین فقط 4 ماه فرصت دارن، باید بساطشون رو جمع کنن و برن. البته این رأیی بود که پیامبر داشت و چنان که قبلا گفتم در بستر بیماری که منتهی به مرگشون شد نگران این بود، میگفت مشرکین رو از حجاز، از جزیره العرب خارج کنید، بیرونشون کنید، اینا نباید اینجا باشه. یهود و نصارا نه، ولی مشرکین رو ایشون نمیخواست باشه. و بعد از همه مهمتر در این سوره یک آیه است که خیلی قابل توجه است. همین تک آیه در واقع میشود گفت که مفهوم جهاد ابتدایی، یعنی اینکه مسلمان ها حق دارن به نام توحید و به نام اسلام به دیگران حمله کنن، در این آیه آمده است. آیات دیگری در سوره توبه هست که چندان صراحت ندارد. حتی میگوید که قاتل الذین یقاتلونکم، کسانی که با شما پیکار میکنند با اونها پیکار کنید، به جنگ اونها برید. اینا تا حدود زیادی معقوله. معقول که میگم، ببخشید کلمه معقول کلمه خوبی نیست، مطابق با اندیشه هاییست که امروز مده، امروز فشنه، امروز مقبوله، بهتره بگم. اما اون آیه که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یدینون دین الحق ولا یحرمون ما حرم الله من الذین اوتوا الکتاب، با کسانی که دین حقیقی ندارند، به خدا ایمان ندارند، به روز جزا ایمان ندارند و محرمات خداوند رو حرام نمی شمارند، از اهل کتاب و دیگران با اینها بجنگید. کلمه مقاتله هم به کار رفته، قتال کنید. تا کجا؟ حتی یعطل جزیت عن یدن و هم ساغرون، تا بیان تسلیم شما بشن و با خاری به شما جزیه بدهند. با خاری، حتی یعطل جزیت عن یدن و هم ساغرون. فقهای های اهل سنت چیه؟ اینا همه شون نوشتشن از اهل ذمه، یعنی از همین کفار. وقتی که میخواد جزیه بگیرید شما وایسید اونا بشینن، یعنی این علامت خفت و خاری باشه، یعنی اینطوری تحقیرشون کنید. و بعدم البته احکام فقهی زیادی هست که حالا تو قرآن دیگه جزئیاتش نیست، که جایی رو که فتح میکنید متعلق به اهل ذمه است و کفارن، اینا دیگه حق ندارن معبد، کلیسا، کنیسه تازهی بسازن، اونچه که قبلا داشتن باشه. خانه هاشون، دیوارشون نباید بلندتر از دیوار خانه های مسلمان ها باشه. توی کوچه مسلمان ها به اونا سلام نباید بکنن. اگه میتونن یه جوری را برن که راه رو بر اونا ببندن و تنگ بکنن. علامت اینکه اینا غیر مسلمانن رو حتما با خودشون باید داشته باشن، مثلا زناری، صلیبی، چیزی که آویزان میکنن. اگه یادتون باشه، یادتون هست، یعنی هممون دیدیم در ایران وادار کردن دیگه مغازه های مسیحیان و یهودیان حتما بنویسن اقلیت دینی. این همون حکم فقهی است که یک غیر مسلمان باید آشکار کند که من غیر مسلمانم، نباید گم بشه در میون بقیه، به طوری که مسلمان ها بدانن با او چگونه باید رفتار کنند. حالا اونم همین رفتارهایی که این فقیهان گفتن و امثال اینا. برای من این آیه ویژه بود در سوره توبه که گذشتگان همشون خیلی راحت این رو همینجوری معنا میکردن تا دوران مدر، که یعنی بریزید به سر کفار، وقتی که قدرت پیدا کردید اینا باید تسلیم شما بشن، با اینها مقاتله کنید، چنان باید خار و خفیف بشن که بیان با خاری این مالیاتی رو که بر اونا میبندید بدن، نه به صورت به اصطلاح انسانی، با خفت و خاری این پول رو باید که نامش جزیه است باید بپردازن. خب اینها رو آقای عبدالرازق اصلا ذکر نکرد، به همین دلیل هم جامعه از الازهر برو خورده گرفتن که شما شأن جهاد رو در اسلام تخفیف دادی. اصلا
به رسمیت نشناختی و میگی پیغمبر فقط اهل ابلاغ بود، یه واعظ بود، یک پریچر بود که بیاد و حرفاشو بزنه مثل عیسی و بگه پسندیدید خیر خودتون، نپسندیدید به زیانتون، من گفتم و خدا حافظ. اصلا اینطوری نبود. و از سخنان عبدالرازق چنین چیزی اونها گفتن، چنین چیزی برمیاد. البته عبدالرازق دفاعهای نسبتا ضعیفی از خودش کرده که حالا خیلی محل بحث ما نیست. جهاد رو تقریبا به معنای جهاد دفاعی گرفته. اینکه امروز الان خب خیلی دیگه این قصه شهرت یافته است که در اسلام ما جنگ آفنسیو نداریم، همش دیفنسیو است، یعنی فقط برای دفاع تشریع شده است. وقتی که دشمنان به شما حمله کردن و عرصه رو بر شما تنگ کردن، شما حق دارید که از خودتون دفاع بکنید، ولذا یک جنگ عادلانه مشروع است که نامش جهاد است. این مال امروزی است. گذشتگان اینجوری فکر نمی کردن و به نظر منم آیت قرآن این رو نشون نمیده. حالا اتفاقا از مفسرین معاصر یکیش مرحوم آقای طباطبایی است. این آقای طباطبایی، علامه طباطبایی، من از بعضی چیزاش خوشم میاد و او اینکه خیلی اسیر این اندیشه ها و مدهای روز نیست، با اینکه خب در زمان ما زندگی میکرد. ببینید این فشن ها و مدها مثل این موجه های روی آب میان و میرن و واقعا آدم باید صلابت نداشته باشه تا تسلیم این موج ها بشه. کسانی مثل بنده، هم نسلان من که به سن و سال ما هستن، خیلی خوشبختن. ما دو تا مد بزرگ تاریخی رو دیدیم. شما نمیدونید قبل از انقلاب، حالا انقلاب خودمون هم 40-50 سال پیش، تمام مد فشن روشنفکری دنیا این بود که باید جنگید با کسانی که صد راه تکاملن، باید در افتاد، به اینا مهلت نباید داد. پرولتاریا کارش زدن است و کشتن است و ممانع را از میان برداشتن است و زجه و زاری بورژوازی هم نمی کنه و نمی شنود. جنگ آزادی بخش. من یادمه خود مسلمان های ما در ایران، کسانی مثل مرحوم آقای طالقانی، رسمن تو تفسیرشون از بحث جنگ آزادی بخش یاد می کردن و میگفتن جهاد اسلامی همین است. یعنی وقتی که یه ملتی تحت ستمن، تحت ایدئولوژی های باطلن، وظیفه مسلمان این است که جنگ آزادی بخش را بندازه، یعنی سپاه ببره، لشکر ببره، به عین نحو امکان، و اون مردم را از اون ستم و از اون آراء باطل نجات بده. اصلا چیزی زیباتر از این تصور نمیشد. تمام این گروه های چریکی که درست شده بودن همینجوری بود مفهومش. اصلا این مفهوم صدور انقلاب که آقای خمینی به کار برد، این میراث همون جنگ آزادی بخش است که در اون دهه های پیشین مطرح بود. اونم هم اینو میگفت، ما انقلاب کردیم نه اینکه فقط خودمون رو آزاد کنیم، جهان رو آزاد کنیم، ملت های دیگر رو آزاد کنیم، و جهاد پیامبرانه و اسلامی رو درست همینجوری معنی میکردن. شما در اون دوران، در دوران قبل از انقلاب، دوران اوج نهضت‌های چریکی، نه فقط در ایران، در بسیاری از کشورهای جهان، کیو داشتید؟ یا آقای چگوارا. من یادم این چگوارا پیامبر این جوانان بود در آن دوران. پیامبر بود واقعا. عشق می‌ورزیدن بهش. اتفاقا آدم خوش‌تیپی هم بود. این که اخیراً چند سال پیش دخترش اومد ایران و یک سخنرانی کرد، توی ایران داشتن کاملا یه قبای اسلامی به تن چگوارا میکردن که ایشون به فهمی نفهمی مسلمان شده بود، و این دختر خانم هم با جرأت تمام تو دانشگاه تهران وایساد، گفت بابای من ملحد بود، مسلمان نبود، به هیچ چیز عقیده نداشت، از این کلاها به سرش نذارید، از این قباها هم به تنش ندازید. خب این آقای چگوارا محبوبش از کجا آورد؟ از صدور انقلاب. یعنی آقای کاسترو، رفیقش، همرزمش، دوتا چریکی که همرزم و همروزگار هم بودن، وقتی که جنگای چریکی کردن در کوبا پیروز شدن، گفتن پیروزی در کوبا کافی نیست، ما این آزادی رو باید به تمام این آمریکای لاتین ببریم. و چگوارا با اینکه بیمار بود بیچاره، یعنی اصلا اگر بهش اون داروش نمی‌رسید آسم می‌مرد، آسم خیلی قوی و شدید داشت، این رفت
هم گواتمالا و کشورهای دیگه که هم اونجا ها یه جا گرفتن و کشتنش و قبرش هم تا امروز نامعینه، برای اینکه میترسیدن زیارتگاه چی جوانان بشه، مبارزان بشه. یک چنین محبوبیتی داشت، تاریخش رو شما بخونید. کتاب‌های چه گوارا و امثال اینا توی آمریکا برای مدت‌ها ممنوع بود، در انگلستان پیدا می‌شد اون موقع ما دانشجو بودیم، اینجا تو آمریکا ممنوع بود و منتشر نمی‌شد. خب یه دورانی بود، این دورانی که ما می‌زیستیم، اصلاً جنگ آزادی بخش، کار چریکی، برداشتن موانع تکامل از پیش راه مردم، آزاد کردنشون از ستم، آزاد کردنشون از امپریالیسم، بزرگترین رسالتی بود که کسی حس میکرد و عالی‌ترین خدمتی بود که به بشریت میکرد. اتفاقا توی این فضا مجاهدین ما در ایران، مبارزین ما اینا رشد کردن و حرفشون گوش شنوا پیدا کرد و همه اینا رو هم به اسلام هم میچسبوندن، خیلی هم ناحق نمیگفتن و اصلا مفتخر بودن، میگفتن پیامبر اسلام کسی است که 1400 سال پیش این حرفا رو زده. ما بریم از لنین یاد بگیریم، ما بریم از مارکس یاد بگیریم، پیامبر ما این بود. میگفت جنگ آزادی بخش، را بیفتید دیگران رو هم مسلمان کنید، از ایده های باطل نجاتشون بدید، از دست ستمگران نجاتشون بدید. اون موقع امپریالیسم اونا بودن، امروز هم امپریالیسم ما این شیطان مجسم آمریکاست و علیهش باید مبارزه کرد. شما نمیدونید این اندیشه چقدر بدیهی بود. من به این نکته، چون من به معرفت شناسی خیلی توجه دارم، که چطور در عالم معرفت یک چیزایی چنان بدیهی میشن که دلیل لازم ندارن، اصلا مورد پرسش قرار نمیگیرن، بدیهی است. امروز درست عکسش بدیهی شده. دلم میخواد شما این عبرت تاریخی رو بدانید و ببینید. مگه اصلا دیگه کسی اسم جنگ آزادی بخش میبره؟ کسی اسم جنگ میبره؟ امپریالیسم میبره؟ دنیای لیبرال، لیبرال. من یه وقتی میگفتم و در آثارم هم هست که مارکسیسم اونقدر دشمن اسلام نبود که لیبرالیسم. مارکسیسم چپ بود و اون چش که به مهار رسیده بود این بود که مبارزه علیه امپریالیسم. مسلمونا گل از گلشون میشکفت، گفتن ما هم اینو میگیم، ما میگیم جهاد، ما میگیم علیه کفر، ما میگیم استکبار، حالا اون اسمشو گذاشتن امپریالیسم، ما میگیم کفر. یک یه چیزی میگیم، میگم این از کوبا یه دی اومده بودن، سال اول انقلاب بود، پیش مرحوم آقای طالقانی ایشون صحبتهایی برای ما کرده بود که اسلام اینه و اونه، تو روزنامه ها نوشتن. اینا گفتن اگه اسلام نیست که شما میفرمایید ما همه مسلمان. خب این چه اسلامی بود که آقای طالقانی میگفت که کوبایا و پیروان فیدل کاسترو مسلمان میشدن؟ همینا رو میگفت، همینا رو میگفت، با افتخار هم میگفت. و چرا این همه جوانها جذب گروه‌های چریکی می‌شدن در ایران و در جاهای دیگه؟ جوان دوست نداره زندگی رو، دوست نداره عیش و عشرت رو، دوست نداره آزادی و رفاه رو، دوست نداره درس خوندن رو، شغل رو، ازدواج رو، زن رو، نمی‌دونم خانواده رو، البته که دوست داره، ولی جاذبه این چریک بازی یک چیزی بود شما نمیتونید الان تصور کنید. میگم من خودم رو خیلی خوشبخت می‌دونم که این دو دوره رو دیدم، مثل یک خزینه آب داغ که ازش اومدیم یک خزینه آب سرد. هر دوتا رو من این احساس میکنم، از این یک درس عبرتی میگیرم. دوستان عزیز، جوانها و غیر جوانها، همه جوانان، بعضی جوانترن، به شما عرض میکنم که تابع فشنها و مدهای روزگار نشید. بدترین راه زن است اینا، و مدها و فشنها تو لباس و تو موی سر و اینا نیست، اونا که سهله، اشکالی نده، در اندیشه است. بسیاری از اندیشه های جاری مدها هستند. این مدهای اندیشگی رو میدونید قدمای ما چی میگفتن؟ تو منطق بهش میگفتن مشهورات، مشهورات زمانه، همون مدهای اندیشه‌ای. این مشهورات زمانه گاهی تا اعماق استخوان آدم میره. من میخوام بگم الان که من اینجا برای شما دارم از جهاد صحبت میکنم و من میدونم هر کسی عرق مسلمانی داره مشکل براش بپذیره که پیامبر اسلام اینطوریه، میخوام به شما بگم شما کاش به 50 سال پیش برگردید،
میبینید نه تنها براتون مشکل نیست و عرق نمیریزید، افتخار میکنید، احساس سرفرازی میکنید که شما لیبرال نیستید بلکه مقابل امپریالیزمید و این مقابله با امپریالیسم از دیانت خودتون گرفتید، از رفتار پیامبرتون گرفتید، از گفتار قرآن گرفتید، از روایاتتون گرفتید و همه چیز درست سر جاش. من کاملا این رو به یاد دارم، مرحوم مطهری و اینا اصلا مفتخر بودن، یعنی خیلی دوران خوبی زندگی میکردن. اسلامی که اینا ترویج و تبلیغ میکردن یه اسلامی بود که میتونست خیلی ها رو راحت خاضع کنه. شریعتی رو این موج اومد، شریعتی روی این موج اومد، اومد گفت، صریحا میگفتی که میگفت من اسلامی که توش حسین نباشه، زینب نباشه، شهادت نباشه قبول ندارم، اسلام برای من اینه. میگفت اینو توی کلماتش صریحا هست. ابوذر نداشته باشه برای من اسلام نیست. ابوذر و بو علی رو ما اینجا بحث کردیم که اگر بین خمینی و شاه ما رو مخیر کنن کدوم رو انتخاب میکنیم. اگر از شریعتی میپرسیدی که بین بو علی و ابوذر تو رو مخیر کنن، میگفت 100% ابوذر رو انتخاب میکنن. میگفت فیلسوفان پوفیوزان تاریخند. اینا تعبیرات شریعتی بود دیگه، تو نوشته هاشه. یعنی اینا چیکار کردن؟ اینا اهل مبارزه نبودن، اینا اهل جنگ و جهاد نبودن، اهل قلم بودن، نشسته بودن تو خلوت خودشون کتاب می نوشتن که به چه دردی بخوره، توی هپروت زندگی می کردن. واقعا اینا سخنان شریعتی بود و کسان دیگر. من مبالغه نمی کنم، اینا این است. اگه بخوام مبالغه بگم خیلی بیش از اینا باید بگم. چرا شریعتی کارش گرفت؟ برای اینکه دوران جهاد و مبارزه بود، دوران جهاد و مبارزه. خب اسلام چه مکتبی است؟ مکتب مبارز. اصلا کلمه مبارز مقدس‌ترین کلمات بود. سازمان شما چه؟ سازمان مجاهدین، مجاهد. انقلاب اسلامی، اسلام انقلابم داره. همه اینا تموم شده امروز واقعا. یعنی من الان که نگاه میکنم اینم خاک سرد گورستان برای اینها پاشید. دیگه کسی نه از مبارزه حرف میزن، نه از جهاد، نه از امپریالیسم، نه نمیدونم از جنگ آزادی بخش، نه عصر کبیر آزادی خلقها. این حرفایی که چریکات می نوشتند و بحثشونو می کردن، من الان یادم، امام حسین شد یه چریک برای خودش، ابوذر شد یه چریک برای خودش، پیامبر همینطور. پیامبر یعنی انقلابی، اصلا با انقلابی بودن شناخته می شد. یه پریچر، یک واعظ، یک مبلغ، اینا اصلا شأن پیامبر نبود. این حرفا شما بگید ایشون اومده مثل یه واعظی مردم رو موعظه کرده و نحنو چیز و ما علینا الا البلاغ المبین، اینو نمیگفتن که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. یادتون اون موقع ها به شوخی میگفتن، چون این آیه رو خیلی مینوشتن، خداوند مجاهدین رو بر کسانی که نشستن تفضیل و ترجیح عظیم داده است. فضل الله المجاهدین علی القاعدین، آیه ها خیلی بود. اون وقتا یادم به شوخی، من این رو از مرحوم میناچی شنیدم، مؤسس حسینی ارشاد، گفت بعضی از شریکا رو که گرفتن به اینا گفتن که دو نفر هست ما هنوز پیداشون نکردیم، یکی فضل الله مجاهدینه، یکی علی قائدینه، شما بعد اینا رو نشون بدید. اینطور این آیات به دهانها میگشت. همین سوره توبه من به یاد دارم که پاره از این بچه های چریک مسلمان روی این سوره کار میکرد، اصلا دستورالعمل به دست بیارن. اینا رو خدمت شما گفتم تا بدانید که اگه به 50 سال قبل برگردید، هیچ یک از این آیات نه توجیه لازم داره نه توضیح لازم داره، 100% در جای خودش نشسته با صلابت مثل سنگ. امروز البته خب صحنه عوض شده. همه شما، من تا نوبت قبل از اقتدار طلبی پیغمبر گفتم، چند نفر از دوستان عزیز ما آمدن که نه قرآن اینجوری نیست، آقای خوانکل کتاب اونجوری نوشته. خب من میدونم اینا مال این عصره، من رو خوب حالیمه، ولی من فقط میخوام بگم یک نکته یادتون باشه، تابع فشنهای معرفتی خصوصا نشوید، بقیه فشنها بجا مشهورات.
معروف آقای طباطبایی، صحبتم در اینجا بود، فرصتمونم رو به پایانه. مرحوم آقای طباطبایی به این آیه سوره توبه که خوندم، قاتل الذین، اون آیه که رسیده درست همین معنا رو میکنه، میگه نه، معناش دقیقا همین است. مسلمان ها حق دارند به سر کفار بریزند و با اونها بجنگند تا اونها رو زیر دست کنند، به طوری که بیان و با خاری تمام جزیه بپردازند. توی این آیه اومده من الذین اوتوا الکتاب، از اهل کتاب، میگه بله اهل کتاب، همون یهود و نصارا، بله اهل کتاب، مشرکین که تکلیفشون معلومه، همین اهل کتاب. اگر مسلمان ها قدرت پیدا کردن، حق دارن این کار رو کنن، حق دارن، مگر اینکه نتونن، خب اون یه حکم دیگریست، در نداشتن قدرت دیگه تکلیف نیست. البته من به یاد دارم در آثار مرحوم مطهری هم عیناً همین حرف بود. اصلا یه چیزیشون ابداع کرده بود که چطور دیگران بحث حقوق میکنن، مسلمان ها هم حق گسترش توحید دارن. یه حقیشون ابداع کرده به نام اینکه اگر یه اندیشه صحیحه و اگر واقعا چندگانه پرستی، بت پرستی، غیر اینا باطله، ما موحدین حق داریم که برویم و این غیر موحدین رو موحد کنیم و این بسیار کار انسانی و درستی است. حق داریم. که من یادمه فکر کنم در اون نامه‌ای که به مرحوم آقای منتظری نوشتم همین رو یاد کردم، گفتم شما فقط به این بیندیشید که اگر همگان چنین حقی بر خودشون قائل باشن، وقت دنیا چه صحنه جنگی میشه. ولی خب اون بزرگوارانی فکرار نمی کردن، در مقام این بودن که این سخن یک پایه معقولی داره که ما به دیگران حمله ور بشیم و مقاتله کنیم با اونها، چنان که در آیه قرآن هست. مرحوم فضل الرحمن که استاد بزرگواری بود، بنده از ایشون خیلی استفاده کردم، یک استاد پاکستانی بود، متاسفانه در وطنش قدرش رو نشناختن، تضییقات فراهم کردن، نوآور بود، نواندیش بود، مجبور به فرار شد، آمد اینجا آمریکا و اینجا قدر دید، بر صدر نشست، استاد دانشگاه شیکاگو شد و سالهای سال در کسوت استادی دانشجو پروراند، کتاب نوشت، کتاباش الان جزو کتابهای خیلی خوبه. یک کتاب که میشه گفت شاید کتاب اصلیش تحت عنوان اسلام، این به فارسی در نیامده، ولی اونایی که انگلیسی میکنن که خب میتونن بخونن این کتاب رو، کتاب خوبی هم هست اتفاقا. یعنی بدونید در غرب، در آمریکا، در اروپا شما راجع به اسلام میخواد یک کتاب آکادمیک بنویسید ساده نیست. اینجا نمیتونید منبری کار بکنید، کار آکادمیک ها، ولی حالا کتابهای بی سر و ته که کم نیست، بالاخره باید سنجیده و مستدل سخن بگید. وقتی که آکادمیک کارتون، در باب اسلام کار آکادمیک کردن اینجا خیلی سخته، چون اونقدر رقبا، اونقدر دشمنان، مخالفان فراوانن که صد گونه حصار کشیده شده اطراف قلم شما، به راحتی نمیتونید قلم بگردونید بگید اسلام اینه، اسلام اونه. خب گریبانتون میگیرن، شواهد و فکرهای تاریخی جلوتون میذارن. ایشان خب کتاب موفقی نوشت. حالا قرازم اینه، یه نکته این کتاب که ایشون اونجا میآورد، میگه که خیلی متهم میکنن اسلام رو که با شمشیر گسترش پیدا کرده، بعد خودش میگه این کار حرف درستیه، یه حرف درستیه، بنده این کار نمیکنم. و بعد اینش جالبه، در همون فضای فکری چند دهه قبل میگه مگه کمونیسم امروز چیکار میکنه؟ ببینید خیلی این جالبه، دقیقاً راست میگه. کمونیستا اصلا ایدهشون صدور انقلاب بود، ایدهشون صدور کمونیسم بود، اینجا و اونجا میرفتن برای اینکه دیگران رو هم کمونیست کنن، اگر به زور شد و با شمشیر شد، نشد با صدور انقلاب از طرق نرم به اصطلاح. ایشون میگه نه، اینجا انکار نداره، یه ده انکار میکنن، بنده انکار نمیکنم. آقای فضل الرحمن میگه بله، شمشیر هم چیز بود، در کار بود و مسلمین به کار گرفتن، به کار گسترش اسلام، و این شبیه
کاری است که در روزگار ما کمونیست ها میکنن. حالا اگر ما بخوایم به همین دوران به اصطلاح لیبرال خودمونم برگردیم، شما یادتونه وقتی که آقای بوش حمله خودش به عراق را آغاز کرد، در یکی از سخنرانیاش گفت ما برای بست دموکراسی به اونجا رفتیم. خیلی خوب، حالا نه کمونیسم ولی برای بست دموکراسی. یعنی پس لابد یه فکری تای ذهن اینها وجود داره که اگر شما یک شیوه خوب زندگی کردن دارید، حق دارید اونو به دیگران هم یاد بدید، ولو به زور. گفت گر نستانی به ستم میدهند. حتی اگه خودتونم نمیخوایم، در واقع حکم اینه دیگه، از بالا نگاه کردن، دیگران رو صغیر انگاشتن. شما بچه اید، شما حالیتون نیست، شما هنوز عقلتون نمیرسه که چگونه راه و روش درست زندگی رو پیدا کنید. ما پیدا کردیم و ما داریم به شما عرضه میکنیم، نمیخوایم به زور بهتون میدیم یه همچی چیزی. گر نستانی به ستم میدهم. خب این فرمایش جناب آقای بوش بود. منتها این جور سخن گفتن امروز افتخارآمیز نیست، یعنی عده همین رو بر بوش خورده گرفتن، اما چند دهه قبل افتخارآمیز بود. منتها نه دموکراسی بلکه ایدئولوژی چپ. و اون رو من یادم چریکای ما عصر کبیر آزادی خلقا میدونستن. ببینید من همه اینا رو گفتم برای شما که همطور که عرض کردم، اولا مشهورات رو بشناسید و ثانیاً این رو در نظر بگیرید که جهاد اسلامی این 30-40 سال پیشه که سی چهل سال است که مورد سوال قرار گرفته. قبل از او اصلاً محل سوال نبود، محل شبهه هم نبود که هیچی، بلکه موجب افتخار بود. یادتون باش. بنابراین خیلی بد است اگر ما امروز دنبال تحریف آیات بریم، دنبال توجیه آیات بریم. شما برگردید به کتاب‌های تفسیر قرآن، عموم تفاسیر گفتن تا همین امروزش مرحوم آقای طباطبایی، اینا همه‌شون همینجوری معنی کردن. آقا چطور میشه که ما بگیم اینا همه‌شون اشتباه کردن؟ هیچ کدوم مذاق اسلام رو در نیافتن، اونم وقتی که اسلام سلطه داشت بر اذهان، یعنی بیگانه نبود. بعد من و شما امروز اینو فهمیدیم که نه، منظور قرآن این نبوده، منظور پیغمبر این نبوده. من خیلی با ابن خلدون موافقم. پیامبر آدم اقتدار طلبی بود و نبی به سیف بود. میگفت من جایی که کارم پیش نره با شمشیر پیش میبرم و خدا به من این اجازه رو داده. خب حالا این یه بحثی است که اگر به پیامبر این اجازه رو دادن، به من و شما هم دادن یا نه، این حرف دیگری است. فقهای شیعه میدونید همه‌شون معتقدن که جز پیغمبر هیچ که اجازه این کارو نداشت. یعنی این از اون کارهای غیر قابل تقلید پیامبر است. خیلی چیزا بود، پیامبر 9 تا هم زن گرفت، حالا از اون مثالا بزنیم، دیگران چنین حقی ندارن. لذا نه چنان است که از هر کار پیامبر میتوان تقلید کرد و پیروی کرد. یکیش جهاد پیامبران است. ایشون بله مأمور به سیف بود، جهاد هم کرد، حق خودش میدونست و در زمان خودش نه تنها باطل نبود. مونتگومری وات خب یک مسیحی است، یک روحانی مسیحی است و مورخ اسلامه، چندین کتاب در باب اسلام داره. ایشون به نظر من یکی از بی‌طرفانه ترین قضاوت ها رو داره. میگه در دوران پیامبر اصل این بود، حمله بهترین دفاع است. گفت پیامبر مخترع این اصل نبود، این اصلا اصل حاکم در جوامع عربی بود و بلکه جوامع دنیوی. حمله بهترین دفاع است، یعنی اگه حمله نکنی به تو حمله خواهند کرد. این مقدمه. گفت پیامبر جهادش، ایشون میگه معناش این بود، حالا معناش این بود یا هرچه بود، میخوام بگم معقولیتی داشت و کاملا ریزنبل و رشنال بود. حالا اینکه در زمان ما از اون افتاده یا نیفتاده از سخن من چیزی نمیکاهد. تمام حرف من این بود که پیامبر پیامبری بود که به اقتدار اهمیت میداد و مایل بود که دین او علاوه بر قدرت معنوی، قدرت ظاهری هم داشته باشه و این رو می شناخت، براش نهادسازی کرد و براش کوشید
و مأموریت الهی خودش میدانست. من بیش از این نمیخواستم بگم. آقای عبدالرازق کمی در این جاها سست آمده به نظر من. شما میخوای خلافت رو رد کنی بحث دیگری است. منم با ایشون اتفاقا اگر لازم شد بعداً صحبت شما کتاب ایشون رو که بخونید، منظورش از خلافت دقیقاً یه چیزی است مثل ولایت فقیه، یعنی کسی که در صدر بنشینه همه قدرت ها رو در قبضه خودش داشته باشه. اون میگه ما نداشتیم همچه چیزی، که میگه پیامبرم اینطور نبود دیگه. بعد از پیامبر که هیچ کس چنین لیاقتی و چنین شایستگی نداشت. اما این غیر از این است که ما بگیم شخص پیامبر نسبتش با قدرت چه بود. در یکی از این سلسله بحث ها انشالله من سوره توبه رو از دیدگاه قدرت انشالله اینجا خواهم خواند و مطرح خواهم کرد که در این سوره اقتدار چگونه ظاهر می شود و شما چه چهره ای از این پیامبر در اونجا می بینید. اینا هیچ کدوم البته به معنای نیستش که پیامبر جبار بود، ظالم بود، صریحاً میگه که ما نبودیم و نیستیم و نبوده، اما نسبتش با قدرت یک حکایت دیگری است. خب فرصت ما تمام، من گفتن که نوار بیش از اینم جا نداره، ما همین 85 دقیقه رو مصروف کردیم. اجازه بدید که من این آلرژی فصلی مرا اذیت میکنه، صدای منم به زحمت از گلوی من بیرون میاد، سوال جوابی نداشته باشیم. انشاءالله نوبت آتی سوالاتتون رو نگه دارید، بانک for questions، و تا این بحث تتمه داره انشاءالله دنباله خواهد داشت، و وقت من سوالات عزیزان رو هم خواهم شنید و در پاسخ خواهم کوشید. و السلام علیکم و رحمت الله.